امشب که شب 25 تیر ماه 1349 است، در محضر جناب آقای هرمزی استاد ستار پسرم خانم حضور داره و تقاضای کوچیکی کرد از من که من آقای هرمزی رو تنها نذارم، یه چند شعری از حافظ در قسمت ماهور بخونم. در اینجا میخواستم از وقت بد خودم شکایت بکنم که پسرم بعد از مدتی از من یه تقاضای کوچیکی کرد. موقعی بود که سینه من خسته و ناراحت بود، برای اینکه تقاضای او رو رد نکرده باشم به طور باری به هر جهت چند شعری از خواجه خواندم که هم تقاضای او انجام شده باشه و ضمناً جناب آقای هرمزی را تنها نگذاشته باشم که این چند شعر به طور یادگار از من پیش پسرم به طور یادگار باقی بمونه. متشکرم بابا. از اظهار لطفی که آقایون نسبت به من فرمودن کاملا متشکرم، ولی آقایون بدونن که من این دستگاه ماهوری که خوندم در سن 97 سالگی این آغاز خوندم. بله، و خیال میکنم که این بلند خوندن استثنایی منه. آقا ممکنه بفرمایید که سبکی شما میخونید سبک تبریز یا اصفهان؟ من این سبکی که من میخونم البته تا اندازه سبک اصفهانی هست، خودم هم یه سبک مخصوصی دارم که مخلوط کردم با این شده یک سبک به خصوصی که مال منه، کسی این سبک نمیخونه. ممکنه خواهش کنم به طور خلاصه استادایی که شما پیششون کار کردین نام ببرید؟ و استادایی هم که پیششون من کار کردم، ابتدا با عیسی خان آقاباشی میگه که مدتی با او کار کردم، با طاهرزاده خیلی معنوس بودم که او هم چون خیلی خوب میخونه و ساز میشه غلامرضای شیرازی را برای جواب آواز بیشتر در نظر گرفتم. آیا به نظر شما آواز ایرانی را میشه ادامه داد و گوشه‌هایی درش پیدا کرد؟ و آیا شما گوشه‌هایی در آواز پیدا کردید؟ بقیده من اگر کسی زیاد تمرین میکنه در این هفت دستگاه آواز و استعداد داشته باشه، شعور داشته باشه، میتوانه که این آوازها رو درش یه تغییراتی هم بده. یعنی پلان آدم بیات اصفهان رو اونجور خونده، این آقا یه درآمدی برای بیات اصفهان خودش انتخاب بکنه، میشه همینطور که من کردم، همینطور که من کردم در ماهور این کار کردم، در سگا گوشه دشتیر خوندم. اینها عرض کنم که من خودم در چون ذوق این کار دارم سلیقه‌ای به کار بستم که اینها رو در بعضی آوازها تغییر تبدیلی دادم، مخصوصا گوشه راهاوی رو در عشاق اصفهان جا دادم به قدری خوب، مخصوصا جناب آقای هرمزی این قسمت رو در بیت اصفهان زده و من خوندم خیلی خوب. قربان همین آقای هرمزی. با این که سینم را نمیداد، بله این دشتی رو خوندم برای آقای امیدواری که به طور یادگار نگه دارم. خوب.